سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. پیرمرد با ظاهری ژولیده کنار خیابون نشسته و دستهای پینه بستش رو به طرف عابران پیاده دراز کرده. با صدای سوزناکی میگه کمک کنید در راه خدا. وضعیت پیرمرد اونقدر آشفته است که خیلی از رهگذران با دیدن اون دلشون براش میسوزه و پولی کف دستش میگذارن. اما هیچ کدومشون نمیدونن همین پیرمرد آشفته وضع مالیش شاید از خیلی از اونا بهتر باشه و تو حساب بانکیش میلیون ها تومان پول داره و چند خونه و مغازه هم به نامشه. شاید شما هم از اون دست افرادی باشید که وقتی تو خیابون فردی رو میبینید که سن و سالی ازش گذشته و با لباسهای کهنه و مندرس در حال گداییه، حس نودوستیتون گل میکنه و میخواید هر طوری شده به اون فرد کمک کنید. اما آیا تا حالا فکر کردید فردی که بهش کمک میکنید یک نیازمند واقعیه یا نه؟ آیا باورتون میشه که فردی با میلیاردها تومان پول و ثروت لباسهای کهنه به تن کنه و برای گدایی راهی کوچه و خیابونها بشه؟ این برنامه رو ببینید تا متوجه بشید که برای کمک به متکدیان خیابانی باید کمی درنگ کنید و قبل از اون به این موضوع فکر کنید که شاید فردی که دارید بهش کمک میکنید اصلا نیازی به کمک شما نداشته باشه و در واقع داره سرتون کلاه میذاره. حالا با هم تک تک این موارد عجیب رو بررسی میکنیم. یکی از گدانماهایی که امسال توسط ماموران طرح جمع‌آوری متکدیان در سطح شهر دستگیر شد، مرد معلولی بود که در یکی از خیابونهای اصلی شهر سنندج در حال تکدیگری بود. مسئول این طرح میگه مدتی قبل هنگام گشت زنی با مرد معلولی روبرو شدیم که در گوشه ای از خیابون مشغول تکدیگری بود. اونو دستگیر کرده و به ستاد بردیم. هرچند در لحظه اول همه فکر می کردن این مرد به دلیل ناتوانی جسمی نتونسته یک شغل واقعی پیدا کنه، اما وقتی اون رو مورد بازرسی قرار دادیم به نکته عجیبی برخورد کردیم. این مرد هیچ معلولیتی نداشت و از لحاظ جسمانی سالم سالم بود، ولی اونقدر ماهرانه نقش یک انسان معلول رو بازی می کرد که هیچ کس بهش شک نمی کرد. پس از مشخص شدن این موضوع، مامورا در بازرسی لباس‌های این مرد چند میلیون تومان پول نقد به همراه یک سویچ خودرو پیدا کردند. وقتی از مرد درباره اینکه سویچ خودرو متعلق به چه کسی پرسیدم، گفت که اونو پیدا کرده. اما بعد از اینکه پای مامورای نیروی انتظامی به میون کشیده شد و اونها از اون تحقیق کردن، اعتراف کرد که سویچ برای خودروی خودشه. این مرد میانسال ساکن یکی از شهرهای نزدیک سنندج بود و هر روز صبح با خودروی شخصیش به سنندج می اومد و پس از اینکه خودروش رو توی یکی از خیابونهای فرعی پارک می کرد، شروع به تکدیگری می کرد. اون نقش فردی معلول رو بازی می کرد و با لباسهای کهنه‌ای که به تن کرده بود وانمود می کرد که بی خانمانه. در ادامه بازجویی مشخص شد که درآمد اون از این راه روزانه بین 1 تا 3 میلیون تومان بوده. اما این تنها موردی نبود که ماموران طرح جمع‌آوری متکدیان در سنندج با اون روبرو شدن. چند ماه قبل زنی حدوداً 50 ساله رو در ترمینال مسافربری برون شهری در حال تکدیگری دستگیر کرده و به ستاد بردیم. زن تو بازجویی ها اعتراف کرد که همسرش اون رو مجبور کرده تا گدایی کنه. حرفای زن نشون میداد که همسرش هم در حال تکدیگریه. چون دفعه اولی بود که دستگیر میشد، با گرفتن تعهد وی رو آزاد کردیم. اما به دنبال پیدا کردن همسرش بودیم تا اینکه ماه گذشته یک مرد 60 ساله رو دستگیر کردیم. مرد ظاهری بسیار نامناسب و بوی مشمئز کننده ای داشت و هر کس اونو میدید دلش به رحم می اومد. وقتی اونو به ستاد منتقل کردیم، در بازرسی ازش پاسپورتی که یک سفر خارجی در اون ثبت شده بود و همچنین 10 میلیون تومان پول نقد و 3 عدد کارت آبربانک که رمز این کارت‌ها رو در کاغذی جداگانه نوشته بود پیدا کردیم. وقتی پرینت حساب هر 3 کارت رو گرفتیم، با نکته عجیب روبرو شدیم. تو یکی از کارت‌ها 510 میلیون و 300 هزار تومان پول وجود داشت. همه ی این کارت‌ها متعلق به این مرد بود و نشون میداد که اون مردی میلیونره.
اون با داشتن این همه پول هم خودش گدایی میکرد و هم همسرش رو مجبور میکرد تا دست به تکدیگری بزنه. پرونده این مرد رو به مراجع قضایی فرستادیم تا به پروندهش رسیدگی بشه. میرسیم به مورد جالب بعدی. گاهی اوقات در بین افراد دستگیر شده کسایی هستن که تحت تعقیب قضایی قرار دارن. مورد عجیب دیگه‌ای که در جریان طرح دستگیری متکدیان با اون برخورد کردیم، دستگیری یک زندانی فراری بود. ماجرا از این قرار بود که یه روز صبح یکی از مسئولان شهرداری تهران تماس گرفت و گفت یک کارتون خواب رو هنگام تکدیگری در حوالی میدان آزادی شهر مشاهده کرده. پس از شنیدن این خبر، بلافاصله با اکیپ جمع‌آوری تکدیگران به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. حدوداً ساعت 7 صبح بود که به میدان آزادی رسیدیم. خوشبختانه فرد کارتون خواب هنوز در گوشه‌ای از میدان حضور داشت. اونو به سازمان بردیم. اما ماجرا زمانی جالب‌تر شد که مامورا وی رو مورد بازرسی قرار دادن. در داخل جیب لباس این مرد برگه مرخصی زندان پیدا کردیم. وقتی تاریخ برگه مرخصی رو نگاه کردیم، متوجه شدیم این مرد باید مدت‌ها قبل خودش رو به زندان معرفی می‌کرده، اما متواری شده. مرد کارتون خواب وقتی متوجه شد دستش برای ما رو شده، گفت چند سال پیش به زندان افتاده، بعد از مدتی با گذاشتن وثیقه چند روز از زندان مرخصی گرفته، اما پس از تمام شدن مهلت مرخصی دیگه به زندان برنگشته و فرار کرده. از اون به بعد برای اینکه شناسایی نشه تو خیابونها سرگردان بوده و با گدایی شکمشو سیر می کرده. پس از اینکه سر از ماجرای مرد زندانی درآوردیم، با سازمان زندانها تماس گرفتیم و اون دوباره به زندان برگشت. بد نیست بدونید تنها شهرداری ها نیستن که در زمینه جمع‌آوری متکدیان از سطح شهرها فعالیت دارن. مؤسسات زیاد دیگه ای هم هستن که سالهاست در تلاشن تا مستمندان واقعی رو شناسایی کرده و به اونها کمک کنن. یکی از این مؤسسات، مؤسسه خیریه حمایت از مستمندان در شهر تبریزه. این خیریه از سال 1351 با مشارکت عده‌ای از بازاریان تبریز برای جلوگیری از تکدیگری تشکیل شد. مؤسسه‌ای که کارش را از یک اتاق کوچک شروع کرده و حالا تبدیل به یک مؤسسه بزرگ شده و نه تنها در زمینه جمع‌آوری متکدیان و شناسایی نیازمندان واقعی تلاش می‌کنه، بلکه در زمینه‌های فرهنگی و همچنین درمانی هم فعالیت داره. چند سالیه که این مؤسسه با مجوز دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی طرح جمع‌آوری متکدیان رو به عهده داره. اونها در اجرای این طرح به موارد عجیبی در هنگام جمع‌آوری متکدیان برخورد کردن که تعدادی از اونها رو الان با هم بررسی می‌کنیم. اوایل امسال تیم‌های جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر زنی رو دستگیر کردن که در یکی از خیابون‌های اصلی در حال تکدیگری بود. وقتی زن جوان رو به مؤسسه آوردیم و وی رو تحت بازرسی قرار دادیم، در بین وسایلش چند فیش حج پیدا کردیم که به نام خودش بود. همچنین در بررسی‌های بیشتر مشخص شد اون یک خونه سه طبقه در شهر داره که حدوداً 12 میلیارد تومان می‌ارزه و هر سه طبقه این خونه رو اجاره داده. به غیر از این خونه، سه خودروی شخصی هم به نام اون بود که هر سه خودرو هم اجاره داده شده بود. اما این تمام ماجرا نبود، چرا که وقتی با حکم دادستان تبریز حساب‌های این زن مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد در یکی از حساب‌هایی که به نام اونه حدود 5 میلیارد تومان پول هست. پرونده این زن پس از تکمیل شدن به دادگاه فرستاده شد تا مراجع قضایی به اون رسیدگی کنن. مورد عجیب بعدی، مورد خانواده‌ای با کلکسیون جرائمه. مدتی قبل متوجه شدیم یک خانواده 9 نفره به صورت باند مشغول تکدیگری در خیابون‌های شهر تبریز هستند. تمام اعضای این خانواده را زیر نظر گرفتیم تا اینکه موفق شدیم محل زندگی اونها را شناسایی کنیم. پس از اون با مجوز دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی محل رو محاصره کردیم و تونستیم تمام اعضای این خانواده 9 نفره رو دستگیر کنیم. تو بازرسی از این خونه چند قبضه سلاح و مقدار زیادی مواد مخدر کشف و ضبط شد.
این خانواده مجرم نه تنها دست به گدایی می زدن، بلکه در زمینه فروش اسلحه و توزیع مواد مخدر هم فعالیت داشتند. مورد بعدی رو شرط می بندم که نشنیدید. مورد بعدی مورد عجیب واردات گدا از خارج از کشوره. برخی از سودجویان برای اینکه به درآمدهای میلیونی برسن، با تشکیل باند و به کار گرفتن متکدیان در نقاط مختلف شهر دست به گدایی می زنن. باندی که اوایل تابستان امسال در تبریز متلاشی شد از همین باندا بود. با آغاز فصل گرما در گشت زنی های داخل شهر، با عده زیادی متکدی معلول که در خیابان‌های اصلی گدایی می‌کردند روبرو شدیم. اقدامات این افراد برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بود، تا جایی که بسیاری از شهروندان از حضور این افراد در خیابان‌ها به شهرداری و نیروی انتظامی شکایت کرده بودند. با هماهنگی دادستانی چند تیم مأموریت پیدا کردند این موضوع را بررسی کنند. طبق اطلاعات به دست اومده متوجه شدیم افراد سودجو تعداد زیادی اتباع پاکستانی رو که دچار معلولیت بودن به صورت قاچاق وارد کشور کرده و از اونها برای گدایی در خیابونهای شهر استفاده می کردن. نحوه کار این باند به این صورت بود که افراد معلول هر روز صبح در نقاط مختلف شهر مستقر می شدن و شروع به تکدیگری می کردن. هر یک ساعت یک خودروی شخصی به این افراد مراجعه می کرد و تمام پولهاشون رو می گرفت. با فرارسیدن شب دوباره این افراد با همون خودروهای شخصی به استراحتگاه‌هایی که سردسته‌های باند تهیه کرده بودند منتقل می‌شدند. پس از مشخص شدن نحوه فعالیت این باند بزرگ با هماهنگی‌های انجام شده، استراحتگاه‌های این باند در شرق، غرب و جنوب شهر تبریز شناسایی شد و در عملیات همزمان همه این افراد معلول و سردسته‌های این باند دستگیر شدند. شهر سنندج تنها شهری نبود که در اونجا طرح جمع‌آوری متکدیان اجرا شد. شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی شهر دیگه‌ای که مسئولان شهرداری چند سالیه که این طرح رو در اونجا اجرا می‌کنن و اونها هم در بین افراد دستگیر شده با موردهای عجیب و غریب زیادی روبرو شدن. در ابتدای امسال ماموران طرح جمع‌آوری متکدیان با پیرمرد ژولیده‌ای برخورد کردند که در حال تکدیگری بود. این پیرمرد دستگیر و به سازمان منتقل شد. در بازرسی بدنی اون حدود 5 میلیون تومان پول نقد پیدا کردیم. به غیر از این پول‌ها، دو دفترچه بانکی هم همراه پیرمرد بود که در یکی از این دفترچه‌ها 350 میلیون تومان و در دیگری حدود 170 میلیون تومان پول بود. مورد دیگه‌ای که در سال جاری داشتیم مربوط میشه به زن جوونی که سردسته یک باند از متکدیان بود. 6 بچه خردسال برای اون کار میکردن و براش درآمد میلیونی میآوردن. به اون لقب مادر گدایان رو داده بودن. البته شناسایی این زن چندان آسون نبود. آغاز ماجرا از اونجا بود که ماموران در طرح جمع‌آوری متکدیان چند کودک رو در حال تکدیگری دستگیر کردن. این بچه‌ها به سازمان منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفتن. ابتدا این کودکان هیچ حرفی نمی زدن، اما پس از چند ساعت تحقیق گفتن که اونها برای یک زن کار می کنن. با شناسایی این زن تلاش برای پیدا کردن محل زندگی اون شروع شد. تیمی از ماموران طرح جمع‌آوری راهی اونجا شدن و تونستن این زن رو دستگیر کنن. در بازجویی از اون مشخص شد که وی کودکان رو برای تکدیگری از پدر و مادرهاشون اجاره کرده. در آخر این زن به زندان منتقل شد و کودکان هم به بهزیستی فرستاده شدن. به هر حال از این به بعد اگر خواستید دست تو جیبتون کنید و به مرد یا زن یا کودکی که تو خیابون تکدیگری میکنه کمک کنید، به موارد گفته شده هم فکر کنید. حالا یه سوال: اگر فردی به شما مراجعه کنه و از شما درخواست کمک مالی کنه، از کجا می فهمید که این فرد نیازمند واقعیه؟ برای بررسی پرونده قتل وحشیانه زنان فاحشه بهتون پیشنهاد می کنم حتما این برنامه رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.